لومی سید خلزاده شهر کابل جمهوری افغانستان میباشد. دوامی سه سال میشود در دانشگاه پلی تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصم تحصیل مینماید. به گفته خودش در دوره تعطیل تابستان باز دادگاهش رفته نتوانست. سبب اساسی آن را در بسته شدن سرحد ابراز داشت. لومی سید خل سه ماه تعطیل را در خوابگاه دانشگاه سپری نمود. خوابگاه دانشگاه برای 450 نفر مقرر شده در وضعیت پاندمی کرونا ویروس برای 300 نفر اجازه داده شده است. همشون نقص خدا به شکر نسبت به دیگر دانشگاه خوجند من رفتگی خوابگاهشان دانشگاهشان بهترین همش بهترین همشون آدم های نقص خدا به شکر دستگیری میکنن چه از لحاظ اقتصادی از لحاظ درس از لحاظ خوابگاه همش دستگیری میکنن. قهرمان گزارش ما 12 سال در مکتب میانه شهر کابل تحصیل نموده است. با برابر آغاز تحصیل در خوجند مشکلی او در نوشتن بود. گرچند طرز گفتگوی تاجیکان و افغان ها مانند باشد هم طرز نوشت به کلی فرق میکند. با گفته خودش دوامی سه ماه خود آموزی نموده خط کریلی را از خود کرده است. لومه سید اقل حالو در اختصاص تأمین برق به طور بجوی تحصیل نموده میگوید که خراجات تحصیلش از طرف وزارت افغانستان دستگیری یافته است. از طریق وزارت تحصیلات افغانستان در خود افغانستان در کابل تعداد 50 بورسی آمده بود. من همونجا ثبت نام کردیم و یک تاشنایم اینجا بود کمتر معلومات گرفتن چخل دانشکده همشن نقص گفت با هم اینجا ثبت نام. امروز در دانشگاه پلی تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصم 5 نفر از خارج کشور تحصیل می‌نمایند. آنها از افغانستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان میباشند. دیرشاد نبیف سردار شعبه رابطه‌های خارجی دانشگاه گفت که حالا چند نفر از خارج کشور به دانشگاه داخل شدند معلوم نبوده، روزهای نزدیک روی خط آن پیشنهاد خواهد شد. افسود که دانشگاه پلی تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصم برای قبول دانشجویان خارجی محدودیت پیشنهاد نکرده است. در حالتی که من گفتیم پاندمی آن دانشجویان خارجی که بعد اتمام سال خانیش و دولت های امکانیت های به دولت های خود برگشتن رو نداشته بودند، با آنها از طرف ریاست دانشگاه در تمام تعطیل تابستان خوابگاه پیشنهاد کرده شد. در حالت مراقب شدن وضعیت و اوج گرفتن بیماری کرونا ویروس دانشگاه امکان دارد که درس هایش را طریق فاصله‌ای براه ماند. الکه یک نفر از خارج کشور به طور فاصله‌ای درس می آموزد. همچنین دانشگاه با 200 کشورهای برون مرزی همکاری دو جانبه دارد. بغیر از دانشجویانی که به دانشگاه دانشجویان خارجی همچنین با دانشجویان همچنین بودلی تجربه وقتی که از طرف بودلی اکادمی میبینن اونها همچنین از شرایط خوابگاه از کجا دانشگاه با اوهی بلند میدین. خیلی دانشگاه میتونند همین چه خیلی گفتن خوابگاه پیشنهاد میکنند و اگر اون مسئله که اگر چیز با دانشجوی خارجی مشکلی میکشد ما از طرف شعبه با اونها صحبت میکنیم و اون معماهایی که اونها پیش که معماهاش رو میبرد حرکت میکنیم با مسئلات رو حل معما رو حل کنیم. سال روان یک نفر دانشجو از جمهوری ترکمنستان دانشکده را با موفقیت ختم نموده است، اما حالا انتظار معتدل گردیدن وضعیت و باز شدن راه هوایی میباشد تا به کشورش سفر نماید. حالا در دانشکده پلی تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصم 4600 نفر به تحصیل فرا گرفته شده، 700 نفر طریق بودجوی و 300 نفر به طور فاصله‌ای و 3900 نفر طریق شرطنامه‌ای تحصیل می‌نمایند. قهرمان گزارش ما نیت دارد پس از ختم دانشگاه به افغانستان رفته فعالیت کاریش را در وطنش آغاز کند. لومه سید عقل میگوید که طول 3 سال خاطرات زیاد داشته، پس از ختم دانشگاه حتما برای دیدار بین استادان و دوستانش به خوجند خواهد آمد. گزارش سید مختار سید انور نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.